بچه ها سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. بر دی ال پی هستم، خوش اومدید به یه گیم پلی خیلی باحال دیگه از بازی پریزن سیمولیتور یا همون شبیه‌ساز زندان. بچه ها این اینترو شاید یه ذره طولانی تر از اینتروهای قبلی باشه، چند تا چیزو میخوام بهتون بگم، خوب گوش کنید. اولیش اینه که اگه از این ویدیو خیلی خوب حمایت بشه، این ویدیو بتونه رکورد لایک های یوتیوب منو بزنه و از تمام ویدیوهایی که تا حالا توی یوتیوب گذاشتم بیشتر لایک بخوره و بتونید زیر این ویدیو قدرت ال پی اسکوادون شون بدید، این بازی و بازی کانتراباند پلیس رو میخرم و تا آخرش واسهتون گیم پلی میذارم، چون این دوتا بازی هنوز نسخه اصلیش منتشر نشده و دموهای بازی هم. خلاصه که یادتون نره لایک و کامنت این ویدیو رو بترکونید. بچه‌هایی هم که جدیداً وارد کانال شدن و دوست دارن که کانال سابسکرایب داشته باشن، حتما اول یه دونه کامنت بذارن بعد کانال سابسکرایب کنن که ربات تشخیص داده نشن و سابشون بمونه. لینک پیج اینستاگرام و کانال تلگرام هم توی دیسکریپشن زیر همین پست براتون نوشتم. یه سری از ویدیوها رو نمیتونم تو یوتیوب بذارم، میتونید اونا رو دنبال کنید و از اونجا تماشا کنید. خب دیگه بیشتر از این لفتش نمیدم، بریم سراغ بازی. خب قبل از این که بریم توی بازی، باید یه دونه کاراکتر واسه خودمون درست کنیم که معلوم باشه شخصیتمون مثلا چی جوریه. حالا این الان داره آموزش میده که چیکار باید بکنیم، ولی من میدونم. خب میتونیم رنگ پوستمون رو انتخاب کنیم، صدامون رو انتخاب کنیم و شیپ بدنمون رو، مثلا چاق باشه، لاغر باشه، چه شکلی باشه. یارو خیلی گرافیک بازی بالای بازی خیلی خفنیه، بترکونیدش که بخرم این بازی رو تا آخرش با هم دیگه بریم. اول اسمو انتخاب میکنم، اسم که مشخص اسم خودمو میذارم، لاست نیم هم میذاریم الپی بزرگ. صدامونو میتونیم بعدش انتخاب کنیم، این خیلی صدای تو دماغیه، این صدای بوق فولکس بود. اینم بدی نیست، مامزه بود. چرا میخندن همشون؟ همین شماره 4 خوب بود. مدل بدنمونو میتونیم یه چاق خیکی بذاریم یا یه بدنساز حرفه‌ای که زورش زیاد باشه قشنگ بتونیم کتک بزنیم. این بدنسازه با حال این چاقه هم با حال خیلی قیافه رو نگاه کن آخه. من حالا اینو میذارم. رنگ پوستمونم میتونیم از اینجا انتخاب کنیم، مثلا این شکلی باشه با یه ذره تحریش، سیاه‌پوست باشه، یه آدم متشخص شیک مثلا، که این حالا خیلی متشخصم نیست، مثلا اینکه بذار ذرم بیام پایین‌تر ببینم دیگه چه قیافه‌ای داریم. ولی اینا خیلی مهم نیست، چون ما خود کاراکتر رو که تو بازی نمیبینیم اصلا. ولی یه چیز آبرومند میذارم که حداقل یه ذره حساب ببرن ازمون دیگه. همین این فکر کنم بد نیست. کاش موام میتونستیم انتخاب کنیم واسش. همین خوبه دیگه، من همینو میذارم. اینو کانفرمش میکنم و کانتینیو. آها میگه که بقیه شخصیت‌ها رو هم باید انتخاب کنی. من میذارم که بقیه شخصیت‌های بازی رو دیگه خودش رندوم انتخاب کنه. بعد از اینکه کاراکتر رو درست کردیم، باید چند تا گروه درست کنیم که مثلا یه دسته پلیس باشن، یه دسته هم گنگسترایی که ما گرفتیمشون رو تو زندانن. الان اینجا 3 تا گروه گنگ داریم که باید برای همشون ممبر انتخاب کنیم. فکر کنم دست خودمون هم باشه که چند نفره باشن. من حالا 3 تایی میذارم، خودمو گذاشتم تو این گروه اول، 3 تا هم میذارم برای این گروه، 3 تا هم میذارم تو این یکی گروهه. یه نفرم اضافه میاد، شاید اونم آوردم تو گروه خودمون که ذره بیشتر باشیم حداقل ما. تو هم بیا تو گروه ما. خب بچه ها خوش اومدید به بازی شبیه‌ساز زندان با سلطان بازی‌های شبیه‌ساز. بریم ببینیم چه خبره اینجا. اینا رو که نمیخونم من هیچ موقع، ولی تقریبا میدونم که باید چیکار کنیم. گرافیک بازی فوق‌العاده حرفه‌ای و بالا. اول باید یه ذره با این بوزینه صحبت کنیم. کیفیت رو نگاه کن، سوراخ‌های پوست یارو هم معلومه انصافاً خیلی خوبه. چرا میترسی میری اونور؟ داداش کاریت ندارم. یه دونه با باتون بزنم تو سر و صورتش از همین اول بازی حساب کار دستش بیاد. یه دونه اسپری فلفل داره، یه دونه شوکر، یه دونه هم باتوم. حالا باتوم نمیدونم الان کجاست، اینه آشش. خب ببینم چی میگی تو. میگه که شنیدم میخواستی با من صحبت کنی آقای بریانت. بله میخوام صحبت کنم. گفته نه، به من بگو ریچارد. حالا میتونم بهش نگم حالم خوبه مرسی، میتونم بگم بهترم که پرنو نشه. میگه ولی به هر حال تا الان زنده ای دیگه. آره تا چشت در بیاد حسود. چی میگی؟ میگه حالا بحث اون سر این نیست، شنیدم واردن بهت زنگ زده، میدونی دفتر کجاست؟ نه دقیقا نمیدونم دیگه، همین الان اومدم تو بازی. تو مپ برو چکش کن، منم قبلش بهت نشون میدم. اوکی برو بریم. میگه که اگه بخوای میتونی دکمه ها رو از تو ستینگ عوض کنی و خودت دیگه انتخاب کنی هر چیو که میخوای. اوکی دمت گرم. میگه برای اینکه یاد بگیری خودم دفعه اول میبرمت. برو بریم ببینیم چه خبره، آفیس کجاست. چه محیط جذاب و باحالی. ایول این چیه؟ اینو میتونم بیارم با خودم؟ بذار اینم با خودم ببرم. آفیس مثل اینکه اینجاست. آقا دمت گرم، مرسی، خیلی لطف کردی منو تا اینجا آوردی. چرا نمیپاشه تو صورت این؟ خب ولش کن، حالا خیلی اذیتش نمیکنم. الان
سلام. من باید چی کار کنم اینجا؟ به چه زبونی شما دارید حرف میزنید با هم دیگه؟ چه قیافه موخوف جدی داره این. صدا اردک میده یارو. صدا رو میگه من ازت میخوام که خیلی آدم متحدی باشی اگه میخوای با ما کار کنی، ولی مثل اینکه تو درست متوجه نمیشی چه کارهایی باید انجام بدی. میتونم جوابشو بدم مرسی، ازش تشکر کنم، میتونم ازش بپرسم که یعنی فکر میکنی من به دردتون نمیخورم، نمیتونم رشد کنم اینجا؟ زهر مار میگه که من این کاری میکنم که را بیفتی و بهت کمک میکنم تو این مسیر. باشه دیگه، حالا زیاد حرف نزن، بقیهشو میزنم بره دیگه، نمیخوام همشو بخونم. خیلی این یارو حرف میزنه، فهمیدم چی میگه آقا، من متوجهم، ول کن دیگه، اردک ولمون کن. خب یه روز کاریمون گذشت، مثل اینکه توی دموی بازی کلن 4 روز داریم، ولی توی این پارت من 2 روزشو میرم، احتمالاً 2 روز دیگه شو تو 2 پارت دیگه میذارم. البته اگه این ویدیو حمایت بشه اون چیزایی که اول ویدیو گفتم رو انجام بدید. بریم ببینیم چیکار باید بکنیم امروز. یه دونه پوینت رو واسمون مشخص کرده که باید بریم اونجا. چطوری داداش؟ تو هم همینجوری ول میچرخی ها، کاری نداری مثل اینکه زیاد این دور و برا. به به، خیلی بازی خفنه. این بهش میاد آدم مهربون تری باشه، یه ذره بشه باهاش صحبت کرد. بذارینم چیزی میتونم بهش بگم؟ نه، دلش نمیخواست زیاد حرف بزنه، انگار ناراحت بود. خب اینجا هم میتونیم یه ذره چیز میز بخریم که اگه گشنمون شد یا تشنه شد مثلا بخوره و یه ذره بتونه بیاد بالا و انرژی بگیره. چرا 2 دلار پول دارم من؟ فقط هیچ پول ندارم که. آها نه، این 2 دلار. یه دونه این شکلاتا میخرم، 5 تاش خوبه، 5 تا این شکلاتا میخرم، 5 تا هم کوکا فکر کنم بس باشه. ولی بذار یه پاکت سیگارم میگیرم، شاید لازم شد حالا اون وسط مسطا خواستیم یه نخ سیگارم بکشی. نمیدونم کجا گذاشتش فقط اینا. خب اوکی آقا مرسی. کجا باید برم الان؟ باید برم این سمتی. نمیدونم هنوز اصلا چه ماموریتی رو باید انجام بدم. البته نوشته go to the cell block. باید برم یه جا فکر کنم چیزایی که برای زندانی اومده رو چک کنم ببینم درسته یا نه. نه اصلا اون نبود، مثلا اینکه یه کار دیگه باید انجام بدی. مثل اینکه بعد الان بریم چند تا زندانی رو بگردیم و یه کارهایی باهاشون انجام بدیم. میگه یکی از زندانیا همراهیتم نکرد و میخواست مقاومت کنه، باهاش اول صحبت کن، اگه دیگه خیلی داشت مقاومت میکرد مثل سگ بگیر بزنش. میگه اگه زندانیا با هم درگیر شدن و دعوا هم خواستن بکنن بازم مثل سگ بگیر بزنشون. باشه، این که خوراکمه داداش، اصلا عجب مسئولیت باحالی به من سپردی. بعد برم تو سلولاشون سر بزنم بهشون ببینم چه خبره دیگه. آشو باید بگردمت. آشو وایسا ببینم عجب بدنی داری داداش، فرار مرار نکنی ها. وایسا ببینم چیزی همراهت هست یا نه. هیچی نداری مثل اینکه. چند تا هم سلول هست، همه رو باید بگردم. بذار در این سلوله رو هم ببندم یارو فرار نکنه. اینو نگاه داره میشاشه. این خودمم حاجی، خودمم این، نگاه کن جنگ ترینشون همینه. اتوری داداش تو خودم یا میدونستی؟ بذار ببینم چیزی آوردی با خودت یا نه. نه مثل اینکه اینم هیچی نداشت. باید خود سلولا رو هم یه نگاه بندازم. این بنده خدا چیپس با خودش آورده بود دیگه. چیپس رو میتونم بهش بدم، چیز خاصی نبود. بخواب و چیپس بخور، اصلا نگران نبود. چی گفتی؟ کجا بیرون نیایی یا داداش؟ باید بمونی همون تو. اینجا مثل اینکه سلولا رو باز کردیم بیان بیرون. باید ببریمشون هواخوری بچه ها رو دونه دونه. حالا الان راحت میتونم بگردمشون. یه لیست بهم داده، میگه اینایی که تو لیستن رو بگرد. حالا اسما رو کجا باید ببینیم؟ رو در هستن. اولی آلبرته. آلبرت که آلبرت همینه. چیزی داری آلبرت؟ این که چیزی نداشت. برو میتونی بری. یه صحبت هم بذار باهاش میکنم ببینم نظرش چیه راجع به این زندان. میگه don't come here. من اومدم ببرمت هواخوری داداش، نگران چی؟ میگه که اگه زندانیا همکاری نکردن و میخواستن داستان درست کنن بگی بزنشون، بعد ببر بندازش تو زندان انفرادی. برای چی سر و صدا میکنی اینجا؟ واسه چی داری سر و صدا میکنی؟ چرا نمیخوره بهش؟ یا ابوالفضل دو تا شدن که. تو هم برو گم شو، تو هم داشتی گم میخوردی. بخواب رو زمین، بخواب رو زمین، بخواب میگم. اسکت. میبرم جفتتون رو میبرم. بعدم دارن میزنن ها، چه دمیجی میدن. بذار با این شوکره بزنم ناکارشون کنم. دوباره میگه بعضی موقعا زندانیا زخمی میشن، باید ببریشون درمونگا. آیسا ببینم.
کجا کجا کجا؟ بابا اینا رو چرا آزاد میکنید آخه؟ باید بندازمش تو انفرادی دیگه. اون که شر به پا کرده بود کی بود؟ اینم علامت همکاری اومده بالای سرش. فکر کنم این میتونه بهمون بپیونده و کمک کنه مثلا بهمون. یا من دارم بهش میگم یا اون داره بهم میگه که من یه بیزنس برات دارم. حالا نمیدونم کی به کی گفت. الان فکر کنم اون به من گفت. گوش میکنم. میگه تو اول به من نشون بده که آدم خوبی هستی، بعدش با هم دیل میکنی. برو سر اصل مطلب سری. میگه یه کاری کن که منو زیاد تو این زندان اذیت نکنن، من پول خوبی بهت میدم. ازو اینم راجع به کی داره حرف میزنه؟ میگه 5% درآمد روزانه‌مو بهت میدم اگه این کارو بکنی. من میگم 10% بدی بهتره. میگه 6. من میگم 8. قبول کرد 8% و بالاخره گول خورد. یکم بیشتر ازش بپرسیم که داستان چیه. میگه منو نگرد، ممکنه چیزی پیدا کنی. من حالا ازش میپرسم که اگه پیدا کردم چی؟ میگه اگه یه بار این کارو بکنی اشکالی نداره، من فکر میکنم کور بودم ندیدم اصلا، ولی برای دفعه دوم اگه اتفاق بیفته قراردادمونو کنسل میکنم دیگه. اوکیه. انگار ازمون خواست که بذاریم یه چیزایی بیاد تو زندان واسش. گفت 8% درآمدمو میدم به تو. ما هم قبول کردیم دیگه، زد و بندی کردیم باهاش اینجا دیگه. چه خبره؟ کسی سر و صدا نمیخواست بکنه. با اینم میتونیم یه دیل بکنیم انگار، یا باید بزنیمش فایت کنی. نه درگیر نمیخوام بشم باهات، ولی اصلا مال این صحبت هم نیست سیاخه که بخوام باهات درگیر مرگیرم بشم. مثل سگ میزنمه. تازه بقیه رفقا هم میان کمک و من فقط به رفتم اینجا. خب یه بار رفتیم توی درمونگا و کتک خوردیم، الان میگه تایم آزادته، میتونی بری یه ذره تفریح کنی. مثلا چه تفریح میشه کرد؟ اینجا نیست البته. من میتونم الان یه چیزی بخورم که یکم حال و روزم بهتر بشه، این خونمونا از جلوی چشم بره کنار. یه شکلات و این نوشابه میزنم ببینم اوکی میشه. ردیفه. بریم یکم تفریح کنیم ببینیم تفریحاتش چیا هست. بسکتبال میشه توش بازی کرد و دارت. اول بریم دارت رو ببینیم چه جوریه. آها این تمرین تیراندازی هم هست، خیلی باحاله. اینا جایی که تو سیبلا باید بزنیم و داره بهمون نشون میده، وسط شکم و توی کله رو اگه یه دونه تیر بزنی میفته، بقیه جاها رو باید بیشتر بزنی. رکوردش هم تایمیه که تو چه تایمی مثلا چه تعدادی از اینا رو انداختی. بذار حالا تلاشمون رو بکنیم ببینیم چند تا میتونیم بزنیم. تا الان که وسطش انقدر حرف زدم خیلی طول کشیده، ولی تو حالت عادی بهتر میزنم اینا رو. یه رکورد جدید مزخرف واسه خودمون ثبت کردیم که فعلا خیلی چیز خاصی نبود. اینجا چه خبره؟ اوه اوه گانا رو ببین. کاش با این گانا هم میتونستیم بزنیم. اینا احتمالاً تو نسخه اصلی بازی میاد. اینجا هنوز نمیتونیم ورش داریم. باید بریم توی اتاقی الان بهمون نشون داده. چقدر باحال میدوه یارو. میدوه این مدل بازی اصلا عوض میشه. خب اینجا باید بیایم بسته‌هایی که برای زندانی اومده رو بگردیم ببینیم چیزی توشون هست یا نه. بچه‌ها مرسی که این ویدیو رو هم تماشا کردید. امیدوارم که از این گیم پلی خفنم خوشتون اومده باشه. اگه دوست داشتید که این بازی هم ادامه بدم و بازم ازش واسهتون گیم پلی بذارم، حتما توی کامنت‌ها برام بنویسید. تمام کامنتاتون رو می‌خونم و همه‌شون رو جواب میدم. یادتون نره که ویدیو رو لایک کنید، کانال سابسکرایب کنید و اون زنگوله کنارش رو بزنید که محض اینکه من ویدیو جدید می‌ذارم شما باخبر بشید، بیاید ویدیوها رو ببینید، کلی حال کنید. خیلی مراقب خودتون باشید. خداحافظ.